سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه زنده تقیده آخر هفته. برجام در وضع پیچیده قرار گرفته. از 23 تیر 94 که برجام امضا شد تا 18 اردیبهشت پارسال که آمریکا از این معاهده خارج شد تا 18 اردیبهشت امسال که ایران به اروپا ضرب العجل داده، روندی طی شده که حالا کسی نمی‌داند نتیجه‌اش از بین رفتن کامل این توافق خواهد بود یا نه. گرچه که رئیس جمهوری ایران تاکید کرده معنای آنچه اعلام کرده است، یعنی توقف فروش مازاد اورانیوم غنی شده و آب سنگین تولیدی ایران بر اساس به گفته او بندهای 26 و 36 برجام است و خروج از برجام نیست، اما آیا اساساً ایران هنوز به میزان تعیین شده در برجام برای هر یک از این دو قلم رسیده که آن را نفروشد؟ اینکه آمریکا خودش همین چند روز پیش فروش این اقلام ایران را ممنوع کرده بود به چه معناست؟ اینکه اروپا این ضرب العجل را نمیپذیرد یعنی چه؟ و آیا این اقدام ایران به نفع ایران تمام می شود یا برعکس فشار را بر تهران بیشتر خواهد کرد؟ برای این بحث مهمان دعوت کرده ایم. مهران براتی، پژوهشگر و کارشناس روابط بین الملل از برلین. آقای براتی از کسانی هستند که سالهاست بحث پرونده هسته ایران را با جزئیات پیگیری و دنبال کردند. کاملیا انتخابی فر، نویسنده و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از نیویورک با ماست. خانم انتخابی فر در طول مذاکرات هسته‌ای از نزدیک مذاکرات رو دنبال و گزارش می‌کردن. و اینجا در استودیو بهرام قیاسی، استاد علوم و تکنولوژی هسته‌ای و همینطور حقوق بین‌الملل با ما هستند که با جزئیات مطالب مربوط به پرونده هسته‌ای ایران رو دنبال کردند. من اجازه می‌خوام که اول بحث رو با آقای قیاسی شروع بکنیم، به این لحاظ که من می‌خوام یه مقدار وارد تکنیکالیتی ماجرا بشم و اینکه به صورت تکنیکی بفهمیم این چیزی که ایران تهدید کرده معناش چه هست. ایران گفته که من مازاد تولید اورانیوم غنی شدم رو که باید بیش از 300 کیلو میفروخت، یعنی خارج از کشور خارج میکرد به کسی که معمولا روسیه قرار بود رو بخره و به جاش که زرد به ایران بده، گفته این کار رو نمی کنم. آیا اصلا ایران در این مرحله رسیده به اونجایی که مازاد داشته باشه که بخواد چنین حرفی بزنه؟ دقیقا. خیلی ممنون از این که دعوت کردید بنده و دیگر دوستان رو به برنامه خوبتون. همونطور که شما فرمودید مشخص نیست که آیا ایران به بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 3.67% داره یا نه، و به احتمال قوی نداره و نخواهد داشت. در چقدر طول میکشه اگر بخواد به اون حد برسه؟ آیا به لحاظ زمانی میدونیم چقدر طول میکشه؟ ماها طول میکشه؟ سالها طول میکشه؟ چقدر طول خواهد کشید؟ ما شاید در یک هفته بتونه مازاد رو ایجاد کنه. چون اون پروسه شیمیایی هست و به همین جهت مسئله غنی سازی نیست، به اندازه کافی داره و میتونه این کار رو بکنه، ولی ایران خودکشی که نمیخواد بکنه. و سازمان انرژی اتمی بین‌المللی، آژانس بین‌المللی اتمی، اینها نظارت دارن مستقیم الکترونیکلی دیجیتالی و میدونن که ایران چقدر داره تولید میکنه، چقدر در چه سطحی تولیدات داره. به همین جهت این در مورد آب سنگین چطور؟ چون آب سنگین، آب سنگین رو هم ایران خارج میکرد و در عمان ذخیره میکرد کاملا. آب سنگین ایران ظرفیت تولیدش بسیار پایینه، به طور کلی حدود 20 تن در ساله و اون رو هم من فکر میکنم ایران مازاد داره. اینها اولتیماتوم هاییه که صحیح دولت رژیم ایران داره به میده. یه بحث دیگه هم میخواستم قبل از اینکه وارد بحث سیاسیش بشیم باز از شما بپرسم. این که آقای روحانی میگه که ما این رو بر اساس ماده 36 و 26 خود برجام داریم پیش میریم، بنابراین خروج از برجام نیست، معنیش چیه؟ من اگه بخوام با دقت بگم، اون بحث ماده 36 مثلا بند 36 میگه که چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه اعضای گروه 5 به علاوه یک تعهدات خود را طبق برجام رعایت نکرده است، میتواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع دهد. آیا کاملا چنین کاری که ایران کرده هیچ شواهدی داریم که بر اساس اون بند باشه؟ البته ایران این کار رو میتونست یک سال پیش بکنه.
و البته رجوع کرده به این کمیسیون مشترک حل و فصل اختلافات. بله. ولی متاسفانه ایران پیگیری نکرده. صحیح. چون نهایتاً این پروسه ختم میشه به شورای امنیت سازمان ملل. بله. و ایران البته من میدونم چرا این کار را نکرده، ولی این کار را نکرده و احتمالا برای اینکه میترسه از حق به توی کشوری مثل آمریکا دیگه. کاملا صحیح. دقیقاً به همین جهت ایشون این یک اولتیماتوم توخالیه این بخش. آیا شما هم موافقید که این اولتیماتوم توخالی است از طرف ایران، یا فکر میکنید که فراتر از اون میتونه پیش بره تا حد خروج از برجام؟ خب این از جمله تهدیداتی است که به اون بلوف‌های خاکستری میگن. معمولاً بلوف‌ها زمانی کارسازن که امکان عملی شدنش هم در یه حد معینی باشه و این گامی رو که جمهوری اسلامی برداشته گام بسیار مهم و بزرگیست، بلوف بسیار بزرگیست، چون عواقبش رو نخواهد توانست تحمل بکنه. عواقب این گامی که برداشته در نهایت این خواهد بود که دوباره تمامی مسئله برجام برای 5 کشور دیگر هم روی میز قرار بگیره، هرچند جمهوری اسلامی خارج از مقررات پیمان برجام عمل نکرده. ولی ما میدونیم که در معاهدات بین المللی معمولا چون یک کشور قانونگذار وجود نداره، همه 5-6 کشوری که در یک معاهده شرکت دارن مجموعه قرارداد میشه یک قانون. این رو میشه کنار گذاشت اگه حد زده بشه که رشوه در کار بوده یا کسی که امضا کرده اون فرد دارای اختیارات کافی نبوده یا مسائل از این دست هم را بوده. در نهایت حتی حالت جنگی هم اگر پیش بیاد یه قرارداد چند جابه از بین نمیره، بلکه معلق میمونه. بنابراین جمهوری اسلامی با دانش به تمام این مسائل این گام بزرگ رو، این تهدید رو کرده به این امید که روی کشورهای اروپایی به اندازه کافی تاثیرگذار باشه. البته کشورهای اروپایی اونچه که ما خبر داریم، مثلا فرانسه و بریتانیا چندان روی خوشی نشون ندادند و گفتن نگران هستن، ولی از طرف دیگه مثلا واکنش چین و روسیه رو هم داشتیم که به نوعی آمریکا رو مقصر دونستن. خانم انتخابی فر، آیا فکر می‌کنید که آمریکا انتظار چنین اقدامی رو داشت؟ آیا اصلا آمریکا ممکن هست که نگران این باشه؟ آمریکا گفته واکنشی که ما داشتیم با خود بی بی سی فارسی برایان هوک صحبت کرده، گفته که ما نگرانیمون فقط این هست که زمان رسیدن ایران به بمب اتم به گفته او به زیر یک سال برسه. آیا هیچ کدوم از اون اتفاقایی که ظرف این چند روز افتاده ممکنه در آمریکا این نگرانی رو ایجاد بکنه؟ به نظر بیشتر میرسه که آمریکا دو گزینه تحریم‌های شدیدی و تهدید نظامی رو با هم روی میز گذاشته که بالاخره جمهوری اسلامی تن به مذاکره با ایالات متحده بده. دو ماهی هم که آقای روحانی ازش صحبت کردن، من با دقت چند بار گوش کردم، نگفتن که از برجام میخوان خارج بشن، گفتن تا دو ماه فرصت میدن به 5 کشور که با ایران مذاکره بکنن در مورد منافع مالی و فروش نفت ایران. در واقع گفتن اینها رو فراهم بکنن، منافع مالی و فروش نفت رو، امکانش رو فراهم بکنن. حرف مذاکره هم زد. دو ماه دقیقا میشه سالگرد تصویب برجام، 15 جولای 2015. ایران از برجام نمیخواد خارج بشه به این دلیل که وضع اقتصادی الان خیلی شکننده است در ایران و خروج ایران از برجام باعث میشه که واقعا یه بحران بزرگ مالی اقتصادی و سیاسی داخل کشور شکل بگیره. از طرف دیگه هم اتحادیه اروپا هم نمیخواد که ایران خارج بشه از برجام، چون یک مسابقه تسلیحات هسته‌ای در منطقه شکل میگیره. شنیدیم، میدانیم، جمهوری اسلامی بارها تکرار کرده که به دنبال ساختن بمب هسته‌ای نیستن و اگر هم که از برجام تصمیم داشتن که خارج بشن، هرگز نگفته بودن که دنبال بمب هسته‌ای میخوان برن. اون چیزی که آمریکا میخواد و داره میپرسه فقط مربوط به برنامه هسته ایران نیست، متمم همان چیزی است که وقتی برجام امضا شد آقای اوباما در پی اون بود. یعنی محدود شدن برنامه موشکی ایران، مسئله منطقه، دخالت های ایران در منطقه و برگشتن ایران به عنوان یک عضو عادی به جامعه بین الملل. برجام به ایران مشروعیتی رو داد که در 35 سالی که از جمهوری اسلامی گذشته بود تا سال 2015 هیچ کدوم از کشورها حاضر نبودن که ایران اون عضو فعال
فعال در جهان غرب و در جامعه بین الملل بشناسن و از طرف دیگه هم باعث شده بود که حاکمیت نظام هم دچار یک استحکام بشه. به هم خوردن برجام همون مشروعیت رو دوباره زیر سوال. خانم انتخابی، من میخوام شما یه بحث دیگر رو برای ما باز بکنید. الان شما فرمودید در صحبتاتون که آمریکا دنبال این هست که ایران رو بیاره پای میز مذاکره. مقام های ایران بارها ظرف هفته‌های گذشته گفتند که نه، آمریکا چنین قصدی نداره، اونا آماده نیستن برای مذاکره. از طرف دیگه به هر حال به عنوان ناظرانی که این خبرها رو دنبال میکنن، ماها هم دیدیم که شرایطی که آمریکا برای مذاکره گذاشته شرایط سختی است که برای جمهوری اسلامی به معنای مرگ زودرس هست. اگه قبول بکنه که همه این شرایط رو بپذیره دیگه جمهوری اسلامی نخواهد بود. بسیاری از ناظران چنین عقیده‌ای دارن. آیا شما فکر میکنید اصلا واقعا بحث مذاکره است در این مرحله؟ بحث مذاکره هست. فکر می‌کنم تنها اشکال یا اشتباهی که وجود داره اینه که آقای ترامپ الگوی کره شمالی رو در مورد ایران داره پیاده میکنه. یعنی هم تهدید صریح هست و هم تحریم‌های شدید. یادمون میاد که آقای ترامپ صراحتاً توییت کردن و کره شمالی رو تهدید به حمله نظامی کردن، ولی بعد مذاکره کردن با کره. اما ایران کره شمالی نیست. ایران 85 میلیون جمعیت داره، کشوری هست صاحب نفوذ اعتبار در منطقه و شرایطش خیلی متفاوته با کره که بخوام بگیم اون شرایطی رو که آقای ترامپ تعیین کرده رو ایران به راحتی بهش تعمیره. اما از طرف دیگه هم داریم میبینیم که جمهوری اسلامی هم واقعا میخواد با آمریکا مذاکره بکنه، اما نه با اون نحوی که آقای ترامپ میخواد. اومدن آقای ظریف به نیویورک در آمریکا و صحبت از تبادل زندانی، اگر که موثر واقع میافتاد و مقامات آمریکایی موافقت میکردن که با آقای ظریف صحبت بکنن، در پی اون میتونست در مورد موضوعات دیگری هم صحبت بکنن که مورد علاقه اسلامی بود. اون راه هنوز پیدا نشده که ایرانی ها دارن سعی میکنن که شاید از طریق اتحادیه اروپا بخوان اون راه گفتگو با آمریکا رو. اشاره خوبی کردید، چون من دقیقا میخواستم بحث رو بکشنم به اتحادیه اروپا و این رو از آقای براتی بپرسم. آقای براتی، اتحادیه اروپا به طرز عجیبی سکوت کرده ظرف ماهای اخیر. ما دائم تک و پاتک از طرف مقامهای ایران، مسئولان آمریکا به همدیگه میشنویم. اتحادیه اروپا به نظر میاد که سعی میکنه که کلن خودش رو بیرون این دعوا نگه داره. هر چند وقت یه بار میان تاکید میکنن که ما میخوایم در برجام بمونیم، ولی به غیر از این چیز دیگه ای ما نشنیدیم ندیدیم. اتحادیه اروپا چه میکنه در این میانه؟ آیا واقعا وارد این میشه که میانجیگری بکنه؟ آیا میتونه؟ توانش رو داره؟ خب اتحادیه اروپا به خوبی میدونه که مشکل آمریکا و شخص آقای ترامپ مسئله اتم و غنی‌سازی اورانیوم و سطح اون نیست. مشکل آمریکا با ایران یک مشکل سیاسی است. از بعد به انقلاب تا کنون جمهوری اسلامی آمریکا رو در خاورمیانه، در آسیا، در آمریکای لاتین، حتی در آفریقا به چالش کشیده. این چالش برای آمریکا در شرایطی که امروز دوباره آقای ترامپ اقتدار کشوری خودش رو میخواد به دنیا مسلط بکنه قابل پذیرش نیست. این رو اروپایی ها هم میدونن. در برجام به این نکاتی که مربوط به مشکل سیاسی میشه اشاراتی شد، ولی چون جمهوری اسلامی و شخص آقای ظریف بسیار مقاومت کردن، در اونجا فقط اشارات کوچکی شد که جمهوری اسلامی چه کار رو نخواهد کرد، ولی هیچ نوع الزامی اونجا آورده نشد. الان هم چون مشکل رو جمهوری اسلامی اروپایی‌ها میدونن، در حقیقت منتظر این هستن که ببینن اون نقطه‌ای که جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره در مورد موارد مورد نظر آمریکا و حتی اروپایی‌ها، یکیش مسئله حضور سیاسی و نظامی ایران در سوریه است، در یمن هست، حزب الله لبنان هست، مسئله حماس هست و اسرائیل هست. متوجهم آقای براتی، ولی منتقدان و تندروها به خصوص در ایران میگن چطور با کشورهایی که مثلا در یک معاهده با اونها وارد شدیم، این همه مذاکره کردیم و نتیجهش این شده که هیچ کدوم از اون تعهدات اجرایی نشده، یا اینکه دست کم ایران نتیجه ملموسی از اون تعهدات رو ندیده، باز وارد یک دور دیگه ای از گفتگو بشیم که در این دور گفتگو هم باز روشن هست که ایران باید به گفته اونها امتیازاتی بده و روشن هم نیست در نهایت چه امتیازی از این وسط گیره. این امتیازات کاملا روشن است چه امتیازی است. مسئله این است که جمهوری اسلامی از سوریه بیرون بره. تهدیداتی که مربوط از این طرف روشنه، از اون طرف روشن نیست. آیا ایران میتونه تضمینی بگیره؟ از اون طرف هم روشن است. به محض اینکه علائمی جمهوری اسلامی نشون بده که میخواد از نظر سیاسی
بره و فعالیت‌های خودش رو در چارچوب جغرافیای ایران انجام بده. همون سیاستی که آقای رفسنجانی هم سالها دنبالش بود و میگفت بست جمهوری اسلامی به بیرون از طریق انقلابی ممکن نیست، ما از طریق گسترش و بست شرایط اقتصادی در ایران و گرفتن رضایت عمومی از مردم ایران میتونیم نظام رو در حقیقت تثبیت کنیم و ادامه داشته باشه حکومتمون. یه نظر دیگر این بود که جمهوری اسلامی در چارچوب این جغرافیا قابل حفظ نیست و از طریق پیدا کردن پشت جبهه‌های اسلامی ما میتونیم از تعرض آمریکا و اسرائیل امان بمونیم. این سیاست تا به حال به پیش رفته، ولی با اومدن آقای ترامپ به یک بن‌بستی خورده. راهی که الان باید پیدا بشه و اروپایی‌ها باید میانجی باشن در این هست که در حقیقت یه راهی پیدا بکنن که جمهوری اسلامی بتونه حفظ چهره کنه، در این حال مذاکره با آمریکا رو رد نکنه. صحیح. باز ما برمیگردیم به این حرف‌هایی که ظرف این یکی دو روز زیاد شنیدیم از طرف ایران. یک بحث دیگه این هستش که بحث راکتور رو در عراق بازسازیش رو از سر بگیرن. میدونیم این همون راکتوری هست که درش بتون‌ریزی شده کاملن. که نتونه کار بکنه. یه همچین پروسه‌ای چقدر زمان بر هست؟ این پروسه چندین سال ادامه خواهد داشت و به همین جهت خطری از نظر اشاعه سلاح‌های هسته‌ای برای هیچ کس نداره. ایران نه توانش رو داره نه سوختش رو داره و برای اینکه پلوتونیوم رو از سوخت راکتور عراق که خواهد ساخت در چند سال آینده جدا کنه یه پروسه خیلی پیچیده ایه و توان در حال حاضر توان استخراج اون پلوتونیوم از سوختی که استفاده شده در راکتور رو نداره و به همین جهت این هیچ نظر استراتژیک ریسکی نیست. اصلا بگیم که ایران میخواد الان تصمیم بگیره امروز که کاری بکنه که به طور گفته شده که این اقداماتی که الان صحبتش هست اقداماتی هست که چندان واقعا فاز اوله. بله خیلی کاری از پیش نمیبره، بیشتر در واقع یک تهدید اولیه هست. بله. اگه ایران الان امروز تصمیم بگیره که تهدید جدی بکنه، اون تهدید چه میتونه باشه با این شرایطی که الان داره، با این وضعیت مثلا اینکه راکتورش مثلا توش بتون ریزی شده، خیلی اقدامات دیگه انجام شد بلافاصله بعد از برجام، ایران چه میتونه بکنه اگه بخواد واقعا طرف‌ها رو بیاره سر میز مذاکره و بنزه کافی به اونها هشدار جدی مثلا بخواد بده؟ تهدید جدی همون فاز دو هست که ایران شروع کنه به غنی‌سازی بالاتر از اون 3.67% 67% و همینطور بازسازی راکتور آب هسته عراق. اگر ایران واقعا جدی بخواد تهدید کنه میتونه این کار رو بکنه. و خب اگه شما میفرمایید که اینها زمان بر هست، بله، برای ایران خیلی بلافاصله نتیجه چه خواهد بود؟ در رابطه با راکتور عراق بازسازی اون زمانبر هست، چند سال طول خواهد کشید. در رابطه با غنی‌سازی تا بالاتر از 20% 30% اون زیاد طول نخواهد کشید. یعنی شاید... امکانش رو داره؟ بله اون رو امکانش رو داره. غنی‌سازی بالای 20% به ایران امکان تولید بمب اتم میده؟ اون چیزی هست که آمریکایی‌ها نگرانش هستن، گرچه ایران گفته ما هرگز دنبالش نیست. به هیچ وجه، ولی به ایران اجازه میده که ماده اولیه ساخت یک یا دو تا بمب هسته‌ای رو داشته باشه. البته باید تا سطح 90% غنی‌سازی کنه که میتونه. بله میتونه و مهم زمانش هست، چون آمریکایی هم در از یک سال میتونه. در از یک سال میتونه. خب اگر یک بمب، بله یک بمب، همون یک بمب حالا به هر حال مسئله است. البته کاربردش هم مسئله دیگه است. بله خانم انتخابی، حالا پس با این حساب به لحاظ تخصصی، به لحاظ در واقع امکان اینکه چنین کاری رو بکنن، ظاهرا زیر یک سال ممکن هست که این کار رو بکنن. با توجه به شرایط سیاسی در واشنگتن چقدر شما فکر میکنید که آمریکایی ها دستشون پر هست؟ میگن همه گزینه ها روی میز هست. این گزینه ها چی هست واقعا؟ میدونیم که فشاری که روی ایران آوردن فشار واقعا سختی هست، اقتصاد ایران رو زمینگیر کرده، مشکلات عدیده برای ایران پدید آورده، اما آیا اون چه که آمریکایی ها میخوان رو بالاخره بهش رسیدن؟ چیزی که آمریکایی‌ها میخوان قطعا رویارویی با جمهوری اسلامی و جنگ نیست در هیچ کجای دنیا.
دلیل سادهش این هستش که از روزی که آقای ترامپ به قدرت رسیده دیدیم که تعداد نیروها رو کم کرده در عراق، در سوریه همینطور و افغانستان. الان نیروها رو دارن خارج میکنن، با طالبان دارن مذاکره میکنن چون میخوان که مخارج ایالات متحده رو پایین بیارن، نه به این دلیل که جنگ در افغانستان تمام شده. به همین خاطر من اصلا فکر نمیکنم که مسئله رویارویی و یک تخاصم نظامی بین ایران و آمریکا مد نظر باشه. از ایران هم همینطور نگاه کنید، از دو سه روزی که واکنش ها بین دو کشور زیاد شده، ما هنوز از طرف آقای خامنه ای یا از طرف نیروهای نظامی ایران اظهار نظر صریحی نداشتیم در مورد ورود ناو لینکلن به خلیج فارس. اونطور میبینن که آقای ترامپ سعی کرده که یه مقدار زیادی فرافکنی بکنه و فشار روانی به جمهوری اسلامی بیاره. آمادگی در دو طرف در نهایت به نظر من ایجاد میشه که بخوان با هم صحبت بکنن و اون بستگی به این داره که ببینیم ایالات متحده هم در نهایت چقدر فرصت به ایران میده که در مقابل یک سری امتیاز بخواد از ایران، بخواد که از یک سری شرایط دیگه چشم پوشی بکنه. اینکه دیگه بخوان در مورد برجام صحبت بکنن به نظر من اتفاق نمیفته. در مورد مسائل بزرگتر و بیشتر و مسائل مهمتری صحبت بکنن که باعث بشه تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا 2020 آقای ترامپ وقتی که در کمپین شرکت میکنه بتونه به رای دهندگان آمریکایی بده که به قولش وفادار بوده و با ایران صحبت کرده. این فشارها به نظر من در یکی دو هفته گذشته چرا بیشتر شده؟ چون ایرانی‌ها نشون دادن که میخوان به تعویق بندازن گفتگو رو، یا همینطور در مورد اینکه محدودیت‌های مالی و بانکی دارن چندان فشاری نیارن به شرکای دیگه، و این باعث شد که ترامپ بخواد حتما همه گزینه‌ها روی میز بذاره که به ایران بگه واقعا جدی هست و میخواد تا قبل از اینکه کمپین انتخاباتی شروع بشه مسئله گفتگو با ایران رو حل و فصل بکنه. سابقه گفتگو مذاکرات ایران با آمریکا هم نشون میده که چه در سر بحران گروگانگیری در اوایل انقلاب، بعد از اون در مورد مسئله برجام، این دو کشور با همدیگه گفتگو کردن محرمانه و مخفیانه. اما این بار ترامپ نمیخواد که برای مثال عمان واسطه بشه، گفتگوها رو یه مقدار محرمانه انجام بدن، به یه نتیجه برسن، بعد بیان سر میز مذاکره بگیرن بشینن. اینی که میخوان همه چیز شفاف باشه. و مسئله مهمتر هم اینه که در جمهوری اسلامی هم داریم میبینیم که از اصلاحگرا میانه رو همه نزدیک شدن به همدیگه و به اون طیف تندرو و همون حاکمیت نزدیک شدن، چون مسئله برجام مسئله حیاتی هست و هم خوردنش باعث فروپاشی نظام میشه، ماندنش باعث تقویت نظامه، اما نبودنش فشار بیشتری رو به حکومت بیاره. به این خاطر واقعا در نهایت به نظر من ایالات متحده و آمریکا در آینده خیلی نزدیک با هم دیگه گفتگو میکنن. آقای براتی، ماهای قبل که در مورد این قضیه برجام صحبت میکردیم، به خصوص بلافاصله بعد از خروج آقای ترامپ از برجام که بعد از اون حالا همزمان با اون بعد از اون ایشون از چند تا معاهده بین المللی دیگه هم خارج شد، دائم از این فضا صحبت میکردیم که اروپایی ها هم به نوعی از آقای ترامپ عصبانی هستند و اونها هم میخوان به نوعی در برجام بمونن، میخوان نوعی رفتار آقای ترامپ رو کنترل بکنن. آیا هنوز هم میشه چنین چیزی رو گفت، یا اینکه اروپایی ها فکر کردن که به هر حال این رئیس جمهوری است که ممکن است 4 سال آینده هم باز رئیس جمهور آمریکا باشه در دور بعدی و بهتر است به نوعی با همه اخلاقیاتش کنار بیان؟ خب اروپایی ها یه مشکل اساسی با سیاست آقای ترامپ دارن. ترامپ با اروپایی ها نوعی رفتار میکنه که گویا اروپا یک مستعمره سیاسی آمریکاست. این رو اروپایی ها به ویژه فرانسه و آلمان پذیرا نیستن این مسئله رو، این رو همه میدونن. اما اصل مسئله‌ای که الان مورد نظر اروپایی‌ها هست، وحشتی که اروپایی‌ها دارن، از این هست که بخشی از بلوف‌ها و یا تهدیدات جمهوری اسلامی عملی بشه. در عمل جمهوری اسلامی در 3 زمینه میتونه تهدیدات جدی داشته باشه. یکی از طریق موشک‌هاست که جمهوری اسلامی بالاترین تراکم موشک های موجود رو در آسیا داره. هیچ کشوری نیست که به اندازه جمهوری اسلامی موشک داشته باشه، به ویژه موشک های کوتاه‌برد و میان‌برد. حتی کشورهایی که از آمریکا خریداری میکنن، مثلا بله. مثل عربستان یا مثلا اسرائیل. بله. هر چه من مسئله دوم من پرسیدم از شما آیا اینطوره، یعنی میگید از اونها هم بیشتر داره ایران؟ نه خیر، منظور من از کشورهایی است که در این منطقه هستن.
غیر از ژاپن بقیه کشورهای آسیایی و هولوش ما، حتی عربستان که الان بسیار سلاح‌های گسترده‌ای داره، به این تعداد موشک که جمهوری اسلامی داره نداره. دومی جنگ‌های نامتقارنی است که جمهوری اسلامی میتونه از طریق دریا انجام بده با قایق‌های کوچکی و به ویژه زیردریایی‌هایی که جمهوری اسلامی میگه اینها از طریق رادار قابل دسترسی نیستن و به همین دلیل امکان بستن تنگه هرمز است. سوم، امکانی که جمهوری اسلامی داره جنگ‌های نامتقارن از طریق نیروهای غیر نظامی خارج از محدوده ایران، هشت و شعبی‌ها در عراق، در سوریه، عرشبت که در لبنان و جاهای دیگه. اینها سه وسیله است که جمهوری اسلامی داره و اروپایی‌ها از این وحشت دارن. اگر فشار آمریکا به ایران زیاد بشه، در نهایت وقتی دیگر راهی نمونه که جمهوری اسلامی بتونه از برجام استفاده بکنه یا حداقل درآمدی در حد 500 هزار بشکه فروش نفت در روز داشته باشه، اون وقت دست به اقداماتی بزنه، چون پایان راه برای جمهوری اسلامی خود به خود نزدیک خواهد بود، اون وقت همچی اقداماتی انجام بده. بنابراین اروپایی‌ها در فکر این هستن که علاوه بر این که خودشون نمیخوان مستعمره سیاسی آمریکا باشن، مایل هم نیستن یک نوع عدم تعادل، بی‌ثباتی در منطقه‌ای که خود به خود بی‌ثبات است، در یک کانون بسیار پهران مثل ایران هم به وجود بیاد و تا اونجا که ممکن است میخوان از همچی روندی جلوگیری کنند. لابد نگران بحث مهاجران هم هستن. به هر حال کشوری که علاوه اقتصادی هم فروپاشی بشه، مهاجران زیادی ممکن است به اروپا بفرسته. آیه قیاس، مسئله دیگه‌ای که من میخوام از شما بپرسم این هستش که آیا که ایران بیاد و بخواد از برجام به طور مقطعی بگه من میخوام در واقع چون دولت آمریکا از برجام خارج شده، من هم فعلا خارج میشم تا یک دولت دیگری سر کار بیاد و مثلا ما بتونیم با اون مذاکره بکنیم، با این دولت ما نمیتونیم. آیا میتونه چنین کاری بکنه به لحاظ حقوق بین الملل، یا اینکه وقتی که شما با یک معاهده ازش خارج میشید دیگه نمیتونید اون رو برگردونید؟ البته میتونه ایران از برجام بیاد بیرون، ولی به صورت مقطعی خیر، چون اروپا خیلی صریحا گفته به ایران که صبر کنید تا انتخابات جدید آمریکا داد دو که به طور قانونی هیچ کشوری نمیتونه بیاد از معاهده چند جانبه بیرون. البته این معاهده، پس چرا آمریکا این کار کرده آقای براتی؟ این معاهده نیست، همین کار غیر قانونی که کرده، اون کاری که نباید کرد آمریکا در جاهای دیگه هم کرده، در ارتباط با پیمانهای دیگر، و این از نظر حقوق بین الملل اصلا قابل پذیرشتن، پذیرایی نیست. اگر اجازه بدید، هر کشوری میتونه و حق داره از نظر قانونی حقوق بین الملل که از یک معاهده بین المللی خارج بشه. ما دیدیم در سال 2003 کره شمالی از پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای اومد بیرون. این یک خیلی مثال خیلی ساده است. دولت آمریکا در سال گذشته از چندین معاهده آمده بیرون. خروج از پیمان های بین المللی مسئله نیست. در خود NPT بند 10 خیلی صریحا میگه کشوری که مایل از NPT بیاد بیرون میتونه. سه ماه باید قبل از خروجش به کشورهای دیگه و به سازمان ملل بنویسه و بیاد بیرون. بله. این مسئله نیست. ولی آیا قابل بازگشت هم هست؟ بحث ما الان این هستش که آمریکا میگه برگرد ایران پای میز مذاکره. سعی چی مذاکره بکنه؟ بله، آمریکا که خیلی مشخص کرده 12 مورد رو ذکر کرده. منظورتون هست که سر برجام دیگه مذاکره نمیکنه، یه بحث دیگه ای رو میخواد. میگه برجام بخشی از بقیه مسائلی باشه که ما علاقه من تصمیم رو اینها صحبت بشه و به نتیجه برسه، که اون 12 موردی که آقای پومپئو چندین بار ذکر کرده، اینها در حقیقت رام کردن ایران و تسلیم ایرانه. هدف اینه. اگر ایران رام بشه و تسلیم بشه، مسائل حل. بله. و خواهیم انتخاب فهم. این سوال آخر هست. به نظر شما اقدام بعدی چه خواهد بود؟ اگه کوتاه جواب بدید، من میتونم از آقای براتی هم بپرسم. آیا فکر میکنید که کدام یک از این سه طرف، اگه اسمش رو بذاریم ایران، آمریکا، اروپا، اقدام بعدی رو انجام خواهند داد و چه خواهد بود اگه بخوایم پیش بینی بکنیم؟
واقعا خیلی سخت پیش بینی کردن، ولی در نهایت تن به گفتگو و مذاکره میدن. به نظر من برجام خاتمه یافته است، حتی برای اتحادیه اروپا، به این دلیل که اجرا نشده به طور کامل و خروج ایالات متحده که مهمترین یک سوی کامل این توافقنامه بوده، باعث شده که در من اونها هم نتونن به تعهدات خودشون اهتمام ببرزن. و همینطور میخواستم دو تا نکته کوتاه رو سریع بگم. برجام یک پیماننامه بین‌المللی نبود که خروج آمریکا براش تعهدات حقوقی و قانونی داشته باشه، اما پشتیبانی قطعنامه سازمان ملل رو برای اجرا داشت که اون بخش مهمش بود. و در مورد مسئله موشکی هم که آقای براتی فرمودن، ما نمیدونیم که عربستان چقدر موشک داره، نه ایران چند تا موشک داره. مسائل نظامی، مسائل محرمانه تلقی میشن. در مورد ایران که چرا ایران موشک نباید داشته باشه یا برد موشک ها رو کم بکنه، واقعیتش این هستش که نمیدونن که ایران موشک ها رو در اختیار کدام گروه های نظامی و شبه نظامی قرار میده. حوثی‌ها استفاده کردن از موشک های ایرانی، حزب الله، و میگن که اون مسئله این که ایران این موشک های دور برد و میان برد رو در اختیار گروه های میذاره که وابسته به دولت های متمرکز نیستن، این هست که ایجاد نگرانی کرده. و در غیر این صورت اشکالی نداره که برای نیروی برای مسئله دفاع نظامی هر کشوری برای خودش تسلیحات پیشرفته داشته باشه. و میخوام بگم در نهایت هم من فکر میکنم که گفتگوهای جدیدی شکل میگیره، در صد هم ایالات متحده و هم آمریکا به یه نقطه مشترکی میرسن که از اونجا بخوان شروع بکنن و گفتگو داشته باشن. آقای براتی، ببینید همین دو روز پیش اطلاعاتی غیر رسمی از عمان به ما میگه که روز سه‌شنبه میان فرستادگان سپاه پاسداران و آمریکا مذاکراتی در همین جهت جلوگیری از یک درگیری نظامی انجام گرفته. جمهوری اسلامی در نهایت با آمریکا مذاکره خواهد کرد. برای این ولی بهایی خواهد خواست که این بها رو فکر میکنم چون آقای ترامپ در نهایت هم یه نوع واقع بینی داره خواهد پرداخت. مسئله اصلی این هست که ترامپ چهره خودش رو حفظ کنه و آقای خامنه‌ای هم فکر کنه در این بازی فقط بازنده آخر نبوده، ولی در نهایت جمهوری اسلامی تن به مذاکره خواهد داد. ممنونم از هر سه شما مهمانان این برنامه، آقای براتی، خانم انتخابی فرد و همینطور اینجا در استودیو بهرام قیاسی. متشکرم که در این بحث با ما شرکت کردید. در این هفته اما در تهران فقط بحث پرونده هسته‌ای نبود. بسیاری از مقام‌ها درباره آهنگ جنتلمن از ساسی مانکن نظر می‌دادند، تا حدی که خود ساسی مانکن به طعنه به علی مطهری نایب رئیس مجلس گفت واقعاً همه مشکلات را ول کردید و درباره جنتلمن حرف زدید. مریم افشنگ در گزارشش داستان را برای ما نقل. ویدیو کلیپی جنجالی و خبرساز، جنتلمن ساسی مانکن. تفاوت چشمگیری با دیگر ویدیوهای از این دست که در سایت‌های موسیقی منتشر می‌شود ندارد، اما به دل دانش آموزان مدارس ایران نشسته و خیلی ها در روزهای گذشته با آن خواندند، رقصیدند و شادی کردند. بازخوانی آهنگی از خواننده زیرزمینی که از ایران خارج شده و آهنگش هم مجوز ندارد. ویدیوهای از این دست از مدارس مختلف در فضای مجازی کم نیست، اما انتشار این ویدیوها به مزاق خیلی ها و به ویژه مسئولان جمهوری اسلامی خوش نیامد. نایب رئیس مجلس ایران این ویدیوها را کلیپ‌های رقاصی و آهنگ‌های مبتذل خواند و گفت وزیر آموزش و پرورش باید پاسخگو باشد و مدیران این گونه مدارس باید برکنار شوند. ساسی مانکن هم در صفحه اینستاگرامش علی مطهری را به چالش دعوت کرد و نوشت اگه آهنگ جنتلمن رو گوش بدین با صدای بلند و نرقصید بردید. جدی جدی دلار، گوشت و گرمونی رو ول کردی و در مورد جنتلمن تصمیم گرفتی؟ پس از انتقادات آقای مطهری، وزیر آموزش و پرورش هم اعلام کرد از دادستانی و پلیس فتا برای بررسی کلیپ ها درخواست کمک کرده و گفت تنها کاری که میتواند دانش آموزان را از خطرات نجات دهد خواندن نماز در مدارس است. سخنگوی آموزش و پرورش تهران هم از شهروندان خواست تا مردم به گفته او این ناهنجاری ها را اطلاع دهند. اگر کسانی خارج از قوانین مدرسه به داخل مدرسه بیایند و هنجار شکنی و تخلف کنند، باید شناسایی شوند و با آنها برخورد قانونی و جدی خواهیم داشت.
اولین بار نیست که آهنگی خلاف عرف حکومت ایران اینطور محبوب و فراگیر می شود. اینجا آقلاست، در روزهایی که سیل ویرانش کرده بود. بچه های این روستا آهنگ کی از تو بهتر عارف را از حفظ می خوانند. خواننده‌ای که سالهاست دور از وطن آواز می خواند ولی صدا و آوازش را کودکان سرزمینش دوست دارند. در مواجهه با آهنگ‌های اینچنینی و آهنگی مانند جنتلمن واکنش‌ها کم نیست. از اینکه چرا کودکان چنین آهنگ‌هایی را حفظند تا آموزش و پرورش باید شرمنده باشد از رواج چنین فرهنگی. منتقدان هم میگویند شادی یک مؤلفه فرهنگی است و زن و مرد و کودک و نوجوان راه برای شادی کردن پیدا می‌کنند. چه با خواننده بدون مجوز معروف به لس آنجلسی، چه با خواننده هایی که کنسرت هایشان در جای جای ایران و حتی استادیوم 100 هزار نفری آزادی پخش می شود. اما در سیاست گذاری فرهنگی حکومت هنوز در بر همان پاشنه می چرخد. مریم افشنگ، بی بی سی. گزارش مریم افشنگ بود. کاملا روشنه که هنوز دست کم برای بخش قابل توجهی از مقام ها و مسئولان در ایران کانالیزه کردن فرهنگ در مسیری که بشه به اون اسم اسلامی داد اولویت داره، اما همزمان برای همه تقریبا روشنه که این پروژه موفقی نبوده. با وجود این جامعه‌ای که تا این حد زندگی دوگانه رو در سطح رسمی و غیر رسمی تجربه می‌کنه، چطور جامعه‌ایه؟ برای صحبت در این باره دو مهمان دعوت کردیم. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس و استاد جامعه شناسی دانشگاه استکهلم از همین شهر با ما، و امین بزرگیان، نویسنده و پژوهشگر اجتماعی از استراسبورگ در فرانسه. خوش آمد میگم به شما آقای درویش‌پور. بذارید از شما شروع بکنم. آیا به نظر شما این یک مشکل و معضل در جامعه که دوگانگی فرهنگی به نظر میاد که وجود داره، یا نه همه جوامع ممکن است اینطوری باشن؟ نخیر، ما در قطعا در هر جامعه‌ای با یک نوع چند تکثر فرهنگی روبرویم. شاید موسیقی رسمی، موسیقی کلاسیک، موسیقی رپ و تنوع‌های گوناگونی که از موسیقی‌ها با اون به چشم می‌خورید. در حوزه هنر، فرهنگ و موسیقی، اینا چیزایی است که در همه جوامع این تکثر و تنوع فرهنگی رو می‌بینید. آنچه که در ایران شاهدیم بحث تنوع و تکثر فرهنگی نیست، بحث شکاف عمیق ارزش‌ها و فرهنگی است که توسط دولت به گونه ایدئولوژیک رسمی دائما شبانه روز تزریق میشه به جامعه تحت عنوان فرهنگ اسلامی، و مقاومت جامعه، عکس العمل جامعه که حاضر نیست اونا رو به رسمیت بشناسه. به خصوص اگه به این نکته توجه کنیم که فرهنگ که حکومت به نام فرهنگ دینی و مذهبی که به خورد جامعه سعی میکنه بده، یک فرهنگ سراپا مازوخیستی، خودآزارانه، غمگین، عزادارانه و در واقع فقط جنبه دینی و ایدئولوژیک داره. جامعه ایران که به دلیل 40 سال این وضعیت، این حاکمیت و این نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به یکی از افسرده ترین جوامع امروز بدل شده، روی آوردن به موسیقی های شاد، ولو اینکه موسیقی آلترناتیو نباشه، ولو اینکه این موسیقی به اصطلاح موسیقی مبتذل باشه یا بخشی از به اصطلاح صنعت فرهنگی باشه، اما روی آوردن به هر چیزی که این مردم رو بتونه به اصطلاح تسکین بده، این غمشون رو کم کنه، شادی ایجاد بکنه. آقای درویش‌پور، بذارید همینجا صحبتتون قطع کنم، چون بسیاری معتقدند که اینطور هم نیست که مردم ایران شاد نباشن. به هر حال تلویزیون جمهوری اسلامی هم حتی این سالهای اخیر برنامه‌های متعددی داره، برنامه‌های طنز داره، برنامه‌های موسیقی داره، در شب‌های ماه رمضان برنامه‌های موسیقی حتی داره. بسیاری از کسانی که موسیقی به قول معروف مجاز تولید می‌کنن، موسیقی‌هایی هست که موسیقی رقص هست، حتی در همین اروپا در مهمونی‌ها ما ممکن است با اونها برقصیم. بحث این هستش که واقعا چه چیزی باعث این
این فضا میشه. اینکه من یک نکته کوچیک بگم در پاسخ به این، بله اون هم که شما میگید هست، ولی خواستم بگم جامعه داره عکس العمل نشون میده. ببینید جامعه ایران به شدت جامعه ایست که تمایل سکولاریسم، تمایل جذب فرهنگ غربی به شدت درش قوی شده و از ارزش‌های دینی و ارزش‌های اسلامی که حکومت تبلیغ میکنه فاصله گرفته و هر چیزی رو که حکومت ممنوع بکنه جذبه بیشتری در جامعه پیدا میکنه و به دلیل نیستش که تمام موسیقی که از نظر حکومت به رسمیت شناخته نمیشه در واقع اصلی ترین بخش تفریح و شادی و رقص و ساز و آواز این مردم در خودمون سرزمین. من اصرار دارم که این بحث رو بحث اجتماعی نگه داریم، وارد بحث سیاسیش نشیم، اما به هر حال این موضوع سیاسی بوده آقای بزرگان. ظرف یک هفته اخیر بسیاری از مقام ها در ایران در این مورد صحبت کردن، روزنامه های متعددی در این باره نوشتن. روزنامه کیهان تیترش هست زنگ خطر حرکت های ضد فرهنگی در مدارس، مسئولان بیدار شوند. از چند نفر از در واقع مراجع تقلید و علما نظر خواستن که حالا چه باید کرد با این فضا. من تا اونجا که یادم میاد دست کم 30 سال پیش که من مدرسه میرفتم هم در زنگ تفریح ما در کلاس رو میبستیم میرخصیدیم، بنابراین یه چیز جدیدی نیست. مسئله اصلی چیه؟ این که الان با وجود این دوربین ها و ویدیو ها این به دست مسئولان میرسه، میبینن جلوی چششون قرار میگیره یا نه؟ اون موقع هم میدونستن بهش واکنش نشون نمیدادن، الان فکر میکنن که باید با این بروزش مقاومت کرد و مخالفت کرد؟ من در ابتدا بگم که این اتفاق همزمان شده با سالگرد اعدام فرزاد کمانگر. بله. اینا این دوتا اتفاق رابطه علت و معلولی ندارن، اما رابطه ارتباطات ساختاری دارن. یعنی شما وقتی در یک جامعه زندگی میکنید که حکومت سعی میکنه که روایت خودش رو از جهان و تاریخ در طی سالیان متمادی در نظام آموزش و پرورش به دانش آموزان حقنه بکنه و این این نهاد در طول زمان کم کم قدرتش رو از دست داده و از درون فرو پاشیده، در واقع نشون دهنده یک رابطه هست بین اون چیزی که ما در مجموع اسمش رو میذاریم سرکوب علایق، سرکوب سلیقه ها، سرکوب دیدگاه های متفاوت و متنوع، اون چیزی که در خود انقلاب بروز پیدا کرد به نفع یک باور و عکس العمل جامعه به این اتفاق. ببینید من حرف آقای درویشپور کاملا قبول دارم که ما یک نظام بوده که این فرهنگ اسلامی رو میخواسته حقنه بکنه، اما از یه جایی به بعد خود نظام فهمید که ببین این امکانش نیست که بتونه این کار رو مدام ادامه بده و با همون قدرتی که مثلا در دهه اول داشته ادامه داده. نظام دچار یه پارانوید شد. یعنی شما ببینید اکثر موزیک هایی که در ایران الان تولید میشه در داخل جوزی که جمهوری اسلامی، چیزی بهتر از این آهنگی که از ساسیمان جان در مدرسه پخش شد نیست، حالا با یه تفاوتایی. یعنی نظام پیشاپیش یک چیزهایی رو تحویل داده به جامعه، یک چیزهایی رو داده به جامعه. صدای من میاد؟ بله صداتون میاد. ولی خب آقای بزرگی، مقاومتش برای چی؟ این همه یعنی بزرگ کردن این ماجرا، این ماجرا میتونست یک داستانی بشه در چهار تا مدرسه بچه‌ها رقصیدن با یه آهنگی، تبدیل بشه یک ماجرای سیاسی. چرا؟ مسئله سر دقیقاً ماجرای سیاسیش به این دلیله که نظام بخشی از سیاست‌های خودش رو داره توی این جامعه می‌بینه. ببین اینا فکر می‌کردن که اگر چنانچه یه ذره این دریچه رو باز بکنن، مثلا چهار تا موزیک رقص و اینا مجوز بدن، پاپو بیارن و پاپی مثلا کنسرت، اینا میتونن از دستاوردش استفاده کنن. این از دستشون در رفت. جایی رسیده که توی مدرسه، در هیچ جای دنیا اتفاق نمیفته که در یک مدرسه ای که کودکان هستن شما یه آهنگی گذاشته بشه از جانب حالا مسئولین مدرسه یا هرچی، سلامتی فابریکا، سلامتی سکسیا، این کلماتی که اصلا در من خودم اینجا در مدرسه هستم و کارم تو مدرسه است، اصلا همچین چیزی در فرانسه برای بچه‌ها مثلا نمی، اما تو ایران اتفاقی که افتاد و عکس العملی که نظام داره نشون میده عکس العمل به خودشه، به این که من چیکار کردم که این اتفاق افتاد. ببین مسئله سر اینه که از یه طرف یک نهادی وقتی
از هم فرو بپاشه، نتونن ساختاراش در کنار هم دیگه کار بکنن. تازه ما در مورد مدارسی داریم صحبت میکنیم که دیوار داره، سقف داره و بخاری داره، در مدارسی که کپرنشین ها هستن و اینا، که اصلا همین انتقال این ایدئولوژی رسمی هم ناممکن شده. تو این ساختار وقتی این نهاد نمیتونن عناصرش با هم دیگه هماهنگ کار بکنن، معلمی که داره یا خشونت میکنه به بچه‌ها یا اینکه خودش خشونت برش اعمال میشه و به زندان میره، این نهاد وقتی کار نکنه از هم فرو میپاشه. و این صدایی که امروز میشنویم صدای فرو پاشیدن یک نهادیه که قرار بوده انسان متعالی تربیت بکنه و در نهایت الان تبدیل شده به این که نه تنها انسان متعالی نمیتونه تربیت بکنه، بلکه یک انسان معمولی. در مورد این انسان متعالی و انسان معمولی میخوام صحبت بکنم. یک بچه معمولی رو هم نمیتونه تربیت کنه. بچه‌هایی که ما امروز با این آهنگ رقصیدن و این چیزها رو تکرار کردن در کمتر جای دنیا میبینیم که همچی کاری بکنیم. ولی خب البته اونا که بچه هستن، این اصل عملیه، این عصبانیت و این حرفایی که مثلا متحری زده، کیهان نوشته فلان، یعنی این عکس العملیه به تمام این فروپاشی. بله. آی بزرگه، من اتفاقا میخوام بحث رو همین بحث اخلاقی نگه دارم. حالا اونه که این اتفاقی که افتاده که یه آهنگی حالا با کلماتی که ممکن هست خیلی ها نپسندن در مدارس پخش بشه، یه بحثی هست که حالا به بچه‌ها برنمیگرده، اون که حالا بزرگترها چرا چنین آهنگی، این بچه‌ها اغلب حفظ بودن این آهنگو، معلومه که فقط هم در مدارس نبوده، اغلب در خونه ها هم احتمالاً این آهنگ پخش میشه. ولی بحث ما این هستش که بیشتر وقت در پیش رو، من میخوام از شما این رو بپرسم. ما جامعه هستیم که در سالیان سال، در 40 سال گذشته، با یک دوگانگی فرهنگی در سطح خانواده و مدرسه، در سطح جامعه و خانه مواجه بودیم. بسیاری از ما با این جملات بزرگ شدیم که مواظب باش اینو تو مدرسه نگی، مواظب باش این کارو تو مدرسه نکنی. این چه جور جامعه ای تربیت میکنه؟ ببینید، اول یه نکته رو بگم. یه ویژگی که حکومت اسلامی داره و نباید دست کم گرفت، یک حکومت استبداد دینی متعارف نیست. یعنی خیلی حکومت‌های دیکتاتوری یک چیزی رو ممنوع می‌کنن و اونم عمدتاً در حوزه سیاست و بیشتر به حوزه‌های مدنی و شخصی اینا کار ندارن. ولی حکومت اسلامی یک حکومت، اگر نگیم کامل توتالیتر، یک حکومت شبه توتالیتره. این چه معنایی داره؟ این تمام خواهی باعث میشه که نه فقط در حوزه سیاست دیگر اندیشی رو بر نتابه، بلکه به خصوصی ترین حوزه های زندگی شخصی مردم، از سلیقه موسیقی و هنری و شادی و غیره گرفته تا روابط جنسیشون و آرایش و پوشششون کار داره. خب آقای معذرت میخوام درویش پور، احتمالاً کره شمالی هم همینطور هست، ولی کره شمالی به نظر موفق‌تر میاد در این زمینه. دقیقا خواستم اینو به اشاره کنم. بنابراین خواستم بگم علت این مداخله جویی درست اون فرهنگ توتالیتاریسم دینی است که اسلامی است که دارن نمایندگی میکنن. اینکه آیا موفق میشن یا نه، نظام های توتالیتر با صد تا سرانجام که روبرو نمیشن، در بنیاد در با دو سرانجام روبرو میشن، یا میتونن مثل کره شمالی در واقع مهار بکنن جامعه رو و تمام ارزش‌های ایدئولوژیک، فرهنگی، سیاسی خودشون رو به جامعه منتقل کنن و مقاومت درخوری نبینن و آهاد جامعه رو به نوعی به رنگ خودشون در بیارن، یا اینکه در این کار ناموفق میمونن و مقاومت جامعه یک نوع دوگانگی فرهنگی یا ریاکاری فرهنگی رو ایجاد میکنه، مثل نظیر ایران. یعنی چی؟ یعنی این ارزش‌های اسلامی قلب جاب شادی و و و نه تنها نتوانست در جامعه رو تسخیر کنه، قلب جامعه رو تسخیر کنه، بلکه بر اثر روند جهانی شدن، اینترنت، گلوبالیزیشن، امکانات گسترده تری که ایجاد شده و گسترش فاصله گیری مردم رو کرد، روی برگرداندنشون از این نظام، باعث میشه که این شکاف عمیق‌تر میشه. بعد چه اتفاقی میفته؟ در نتیجه یا در سطح خانه ما شاهد این بودیم از طرزشون مردم شاید به اصطلاح در مدارس یا در سطح جامعه طور دیگری رفتار میکردن، در پستوی خانه ها، زیر زمین ها، در فرهنگ غیر رسمی با ارزش ها، اخلاق ها و غیره روبرو میشه. من یه مثال ساده شو بزنم. ما بسیار از دوستانمون که به ایران میرن میان میگن وقتی مهمانی هایی که اونجا میرن، بارهای مشروبی که تو خونه های خصوصی مردم میبینن، ما توی هیچ کدوم از این کشورهای غربی خونه دوستان نمیبینیم. یعنی فرهنگ خودشونو، خورده فرهنگ خودشونو ساختن. بچه ها نمیتونن اون ریاکاری یا پنهانکاری که مثلا پدر مادرها میتونن از ترسشون بکنن داشته باشن. در نتیجه در مدارس
به سادگی میتونه در واقع من تکرار میکنم بحث من این هستش که فکر میکنید اگه کوتاه اینو جواب بدید، فکر میکنید چنین رفتاری در دراز مدت چه جور جامعه ای پدید میاره؟ بسیاری ممکنه بگن که این که دروغ مثلا نهادینه بشه در یک جامعه شاید به خاطر چنین رفتاری، شما با این گزاره موافقید؟ بله قطعا همینطوره، یعنی ریاکاری، دروغ و در واقع دوپارگی فرهنگی تبدیل یا اسکیزوفرنی فرهنگی به یک به اصطلاح منتالیته تبدیل میشه، روحیه تبدیل میشه. بدترین قسمتش اینه که شهروندان حتی ممکنه دچار متوجه این تضادهای ارزش‌های گوناگونی که همزمان سعی میکنن دنبال بکنن نباشن. با اینکه به نظر من این ریاکاری یا دوگانگی فرهنگی در جامعه ایران درونی شده، اما امروز چون ترس فرو ریخته مردم بیشتر جرأت میکنن آن فرهنگی رو که در زندگی خصوصی خودشون در واقع درونی کردن در برابر حکومت نشون بدن و حکومت در واقع اگر مثل شاهد شوروی سابق نیستیم که ابتدا با فروپاشی سیاسی و اقتصادی شروع شد بعدن فروپاشی هر فرهنگی رو پیدا کرد، در ایران به گمان من اولین اتفاقی که میفته این حکومت با فروپاشی فرهنگی ارزش‌های ایدئولوژیکش رو به روز و هر روز به روز بیشتر این فروپاشی ارزش‌های حکومت میتونه زمینه در واقع حتی یک انفجار سیاسی رو هم در جامعه فرا رو بیاره که بیشتر به دیگه حوزه فرهنگ خلاصه نخواهد شد و مردم خاص دلشون رو در حوزه سیاست که فکر می‌کنم برچیدن اصولا نظام دینی در جامعه ایران رو بیان رو. من میخوام یک بار دیگه روی این بحث تاکید بکنیم با توجه به اینکه شما هم مقایسه کردید هم با شوروی سابق هم با کره شمالی. آقای بزرگیان چه چیزی باعث میشه که جامعه ایران همونطور که داریم میبینیم در ظاهر سالهاست که زنها با حجاب اجباری به نوعی دارن مقابله میکنن، مقاومت میکنن، نمودهاشو شاید سالهای اخیر داریم بیشتر میبینیم، اینجور اتفاقات هم سالهاست همه ما میدونیم که میفته در خیابان، در شب چهارشنبه سوری، در مراسم عروسی، خیلی جا. بحث بر این هستش که چطور اگر حکومت ایران حکومت توتالیتر هست نمیتونه مثل شوروی، مثل کره شمالی این رو به طور کامل اجرا بکنه. آیا این یک ویژگی فرهنگی در ملت ایرانه یا نه یک نقصی در توتالیتر بودن حکومت ایرانه؟ چه چیزی باعث این میشه آقای بزرگی به نظر شما؟ من فکر نمی کنم که در شوروی و کره شمالی هم به طور کامل این محقق پیدا بکنه یا کرده باشه، چون اگر این اتفاق افتاده باشه اصلا احتیاج به این جور دستگاه زور نیست. ما دو تا دستگاه داریم، یه دستگاه ایدئولوژیکه که قدرت نرمه در واقع، یکی دستگاه زوره. اگر چنانچه به طور کامل میتونستن از دستگاه زور لازم نبود استفاده بشه. حالا من حرفی که میخوام بزنم اینه که با تایید کامل حرف آقای درویش، یعنی کاملا ایشون درست میگن در مورد اتفاق در جامعه ما افتاده، یه چیزی هم باید مد نظر قرار بدید که فرهنگ یک جامعه رو در واقع مکانیزمای اقتصادی راهنمایی و میسازن. شما بنگاه‌های اقتصادی میرن در واقع نهادهای فرهنگی رو اشغال میکنن و شروع میکنن به تولید محتوا. این تولید محتوا در یک ارتباطی هست با سلیقه جامعه و سلیقه عموم. ببینید بخش عمده‌ای از فرهنگی که در جامعه ما داره تولید میشه توسط نهادهای اقتصادیه، حالا نهادهای اقتصادی دولتی یا خصوصی. این و بر اساس سلایق این چیزی که مهمه اینه که یه بخش عمده‌ای از جامعه به حکومت از سالهای قبل، شاید از دهه 70 این پیغامو داد که آقا جان با مکانیزم‌های سابق، با اون دستورات سابق، با اون با آهنگران فقط فلان اینا شما نمیتونید جامعه رو خیلی وقت کمه، اگه بتونید طرفتون رو جمع‌بندی کنید ممنون میشم. لازمه که یک مرحله جلو بیاید. نظام سیاسی با پشتوانه بنگاه‌های اقتصادی شروع کرد این فرهنگ رو یه قدم جلو بود به سمتی که خودش هم خیلی نمیدونست. الان به جایی رفته که این اتفاق افتاد. من حرفم اینه که تا موقعی که رابطه اقتصاد و فرهنگ در جامعه ما کاملا در اختیار بنگاه‌هایی هست که از نظر اقتصاد به نظام سیاسی اصلا ما این طغیان‌ها و این اتفاقات رو
مدام مشاهده خواهیم. متشکرم آقای بزرگیان، وقت ما متاسفانه واکنش به این وضعیت متاسفانه وقتمون تموم شد. ممنونم از شما آقای بزرگیان، آقای درویش‌پور، متشکرم که در این بحث شرکت کردید. من ممنونم از شما که با صفحه دو همراه بودید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه است. برنامه رو میتونید روی وبسایت ما هم ببینید. کانال‌های ارتباطی ما هم برقرار هست. شب و روزتون خوش. Thank you.